ایران و آمریکا هر یک منافعی در عراق دارند که حاضر به کوتاه آمدن از آن نیستند. دولت عراق در ضعف است و بیش از هر زمان دیگری دو کشور ایران و آمریکا رویاروی هم ایستادند. رهبران دو کشور میگویند جنگ نمی شود، اما آیا جنگ ایران و آمریکا در زمین عراق در جریان است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. طرف میگویند جنگ نمی شود، اما رویارویی ایران و آمریکا در عراق بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید. آمریکا مواضع گروه کتایب حزب الله، بخشی از هشت شعبی و بسیار نزدیک به ایران را بمباران کرده. آنها هم سفارت آمریکا را در منطقه سبز بغداد محاصره و تخریب کردند. برای نخستین بار رهبر ایران در توییتر جواب دونالد ترامپ را به طور مستقیم داده. شاید این را بشود نزدیکترین تعامل رهبران دو کشور برای چهار دهه خواند، گرچه که در این توییت هم دونالد ترامپ را متقابلا تهدید کرده بود. با وجود این، کسانی که سفارت آمریکا را محاصره کرده بودند، علی‌رغم اینکه به نظر می‌رسید قصد دارند مدت زیادی آنجا بمانند، محاصره را خاتمه دادند. سرلشکر سلامی، فرمانده سپاه ایران، گفته ما کشور را به سمت جنگ نمیبریم، ما از هیچ جنگی هم نمیترسیم. همه اینها در حالی که همین هفته گذشته ایران با روسیه مانور مشترک نظامی برگزار کرد. آنچه در عراق اتفاق میافتد برای عمق استراتژیک ایران چه معنایی دارد؟ در برنامه امروز چهار مهمان داریم. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز با ماست. حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل کردستان عراق از بروکسل. کاملیا انتخاب‌فر، سردبیر ایندیپندنت فارسی از نیویورک. و اینجا در استودیو پیروز مشتری‌زاده، استاد جغرافیایی سیاسی. خوش آمد میگم به هر چهار مهمان برنامه. آیه مشتری‌زاده، اول میخوام تحلیل شما رو بدونم. چه می‌بینید در مورد اونچه که الان در عراق شاهدش هستیم؟ به نظر میاد که رویارویی ایران و آمریکاست، اینطوره؟ بله، ولی این رویارویی عرض کنم حضور شما که یک جانبه و عرض کنم حضور شما که همین و چیز دیگری نیست. عرض کنم جنبه‌های مختلفی، هر نوع رویارویی با هم جنبه‌های مختلفی دارد. بعضی از دوستان ما خیلی علاقمند هستن که ترجمه این وضعیت رو بگن به زودی جنگ خواهد شد. این دوستان توجه ندارن که وارد شدن به یک جنگ به این سادگی ها نیست، برای هر دو طرف به این سادگی ها نیست. باید اندازه‌گیری های مختلف انجام بگیرد، سنجش های مختلف صورت بگیرد، موازنه های مختلف رو باید در نظر بگیریم که آیا واقعا جنگ خواهد شد. در حال حاضر نه، هیچ الان و آثاری برای درگیری نظامی بین ولی کدوم یکی از دو طرف ممکن هست جنگ رو بخواهد؟ من گمان نمی کنم هیچ کدوم از دو طرف. ببینید، در ظاهر قضیه آقای ترامپ در چندین نوبت ابراز ای رو کرده بود که خواهد زد، وارد جنگ خواهد شد، ولی ما دیدیم که در داخل سیستم ایالات متحده امریکا، سیستم سیاسی ایالات متحده امریکا، رئیس کنگره صراحتا بهش گفت شما بدون اجازه ما هیچ کاری نمیتونید بکنید. پس به این سادگی نیست. آقای ترامپ هم بعدتر بارها گفت که قصد جنگ نداره، همین دیروز باز گفت که نمیخواد به جنگه. آقای ترامپ، ما در این یکی دو سال اخیر دیدیم که 10 بار حرفاشو عوض کرده و به صورتهای مختلف در آوردیش. به هر حال منظور من این است که هر یه مقدار زیادی همینطور که عرض کردم این بحثا جنبه مانور دادن داره، جنبه پریتنس وانمود کردن داره. عرض کنم حضور شما که چون بازی ژئوپلیتیکیه. در واقع میفرمایید قدرت نمایی. خانم انتخابی‌فر، نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید که ایران در این صفحه شطرنج داره خوب عمل میکنه؟ من فکر میکنم که تحولات در خاورمیانه در حال تغییر هست. از عراق تا لبنان تا سوریه تا خود ایران داریم میبینیم که اتفاقاتی در داخل کشورها داره میفته و مردم این کشورها در حال ایجاد تغییرات اساسی هستند. بین ایالات متحده و آمریکا به خاطر اینکه در 40 سال گذشته ارتباطی نبوده و ایران صاحب قدرت در داخل دولت و دولت در دولت هست، در کشورهایی که ایالات متحده منافع داره مثل همون هشت شعبی، دولتی در داخل دولت عراق، حزب الله، دولتی در داخل دولت لبنان،
این کشاغوزها بین ایالات متحده و بین ایران باعث شده که ببینیم الان مثلا همونطور که گفتیم در عراق حمله میشه از طرف نیروهای هشت شبی به سفارت آمریکا، یا از اون طرف دیدیم که ایالات متحده حمله کرد به منافع حزب الله، کتاب حزب الله که از این مجموعه هشت شبی هستن. جنگ نخواهد شد بین ایالات متحده آمریکا، اما در وضعیت فعلی ایالات متحده میخواد که یک مقداری از نفوذ و حضور شیعیانی نزدیک به جمهوری اسلامی هستند. به نظر شما چقدر محتمله این با توجه به اینکه میبینیم هشت شعبی یک گروه نظامی هست با این قدرت و در پارلمان عراق تشکیل هشت شعبی و حقوق دادن به هشت شعبی رأی آورده، پارلمان عراق بخش عمدهش دست شیعیان هست، در سطوح مختلف دولتی همینطور، چرا ممکنه؟ توازن می‌گیریم. برای مثال گروه هشت شبی وقتی که به سفارت ایالات متحده حمله کرد میتونستن با خودشون نارنجک ببرن، خمپاره ببرن یا حتی موشک بزنن به سفارت. حملاتشون رو محدود به آتش زدن در و دیوار سفارت کردن. سفارت آمریکا در بغداد بزرگترین سفارت آمریکا در جهان هست، داره 27 ساختمان در داخل سفارته، مساحتش 7 برابر سازمان ملل متحد هست و 750 میلیون دلار خرج برای امنیت و ساخت این سفارت شده. یعنی با آسانی یک گروه نمیتونستن وارد سفارت بشن، اما ممکن بود که میتونستن خسارت جانی وارد بکنن. حد خودشون رو هشت شعبی میدونستن، برای اینکه جمهوری اسلامی میدونست که کشته شدن آمریکایی های بیشتر باعث رویارویی و مخاصمه جدی با ایالات متحده میشه. برداشت من از صحبت شما این هستش که اون چه که باعث عقب نشینی اونها شد در واقع گرایی هست که از تهران گرفتن، منظورتون اینه؟ بله. در اگه بدین جمله رو تکمیل بکنم، آقای ترامپ به نظر میرسه که صادقانه فقط در مورد خون شهروندان آمریکایی هست که واکنش نشون میده. یک پیمانکار آمریکایی کشته شد و ایالات متحده حمله کرد به مواضع هشت شبی. قبل از اون نزدیک به 16 بار به پایگاه های نظامی آمریکا حمله شده بود. دیدیم پهپاد آمریکایی رو در خلیج فارس جمهوری اسلامی سرنگون کرد یا حمله شد به آرامکو، ولی ایالات متحده واکنش نشون نداد. ولی کشته شدن یک آمریکایی باعث میشه که حمله بکنن به مواضع هشت شبی. یا دیدیم که قرار بود با ملا محمد برادر نماینده طالبان در کمپ دیوید ملاقات بکنن، اما به محض یک مقاتل کار آمریکایی در افغانستان کشته شد، آقای ترامپ اعلام کرد که مذاکره به هم میزنه. اما طرف جمهوری اسلامی هم به نظر من جمهوری اسلامی بود که به همون هشت شبی گفت که حملات رو محدود نگه دارن، و همون جمهوری اسلامی بود که به هشت شبی گفت که مواضع خودشون رو اطراف سفارت آمریکا ترک بکنن، برای اینکه این تهدید وجود داشت که سایر نمایندگی های سیاسی بخوان سفارتخونه های خودشون رو از بغداد به اربیل منتقل بکنن. که حتی فرانسه هم اظهار ناراحتی کردن و گفتن که ممکن هستش که شرایط دیپلماتیک در بغداد تغییر بخواد کنه. همه اینا که کنار هم می‌ذاریم میتونیم بگیم که این واکنش قوا و این تغییراتی که در خاورمیانه در حال شکلی هست باعث نمیشه که با هم مقابله جنگی بکنن، اما باعث میشه که واقعا یارکشی‌ها در منطقه در ده سال آینده بخواد تغییر بکنه. و یه مورد دیگه هم اگه اجازه بدین تکمیل بکنم، برای آقای ترامپ یک مسئله دیگه هم مهم بود در مورد سفارت، و اون که در نزدیک انتخابات آمریکا هستیم و نمیخواست مثل بنغازی حمله به سفارت آمریکا در بنغازی که قطعا روی انتخاب خانم هیلاری کلینتون تاثیر گذاشت، برای انتخابات و برای کمپین آقای ترامپ هم تاثیر بگذاره. آقای دستمیش، این در این باره صحبت کردیم، دقایق زیادی هست داریم در موردش صحبت میکنیم و اسمی از دولت عراق به اون شکل برده نمیشه. به نظر میرسه چیزی که در صحنه غایب هست یک در واقع خواست روشن از طرف دولت عراق هست که او چه میخواد در این میانه. میگه که کشورهای دیگه در کشور ما دخالت نکنه، اما به نظر میرسه که کاملا ناتوان هست از اینکه بخواد کنترلی داشته باشه روی اوضاع. ببین، اون چیزی که اساسا دولتی در عراق الان به معنای واقعی کلمه وجود نداره. ببخشید، به این معنا که اگه قبلا دولتی در بغداد وجود داشت، الان این دولت محدود به منطقه سبز شده. اما با ورود نیروهای هشت شعبی به منطقه سبز که برای ماها به اصطلاح کسانی که معترض بودن در عراق تلاش میکردن وارد این منطقه بشن، نتونستن وارد بشن، اما نیروهای هشت شعبی وارد شدن. این به اون معناست که دیگه دولتی در عراق وجود نداره. دولتی وجود نداره یا دولت با هشت شعبی هماهنگ هست؟ اساسا نمیتونم بگم هماهنگه. ببین، در عراق اون چیزی که اون کسی که اسلحه به دست داره و اون کسی که با اسلحه میخواد بازی سیاسی رو
جمع جورش کنه. اساسا گروه های هشت شعبی و نیروها و سیاستمداران نزدیک به اونها و اون نیروهایی که به دنبال به اصطلاح تشکیل دولت مدنی هستن، نیروهایی هستن که بیشتر نگاهشون به غرب یا اروپایی هاست. به این معنا میخوام بگم که دولتی وجود نداره، به خاطر اینکه اتوریتهی در عراق وجود نداره تا بازی سیاسی را در کنترل داشته باشه. به همین دلیله که اون چی که در عراق دیده میشه اساساً منبعث از خواست دولت یا قدرت دولت نیست، بلکه منبعث از نیروهایی است که در این بازی به دنبال منافع خودشون هستن. و میشه شما به ما یه تصویری بدید که الان این قدرت چطوری تقسیم شده بین این نیروهایی که دنبال منافعشون هستن؟ یه زمانی به طور روشن کردها تاثیر داشتن، سنی های قدرتمندی بودند که میتونستن تاثیرگذار باشن و گروه های مختلف شیعه هم بودند. الان چطور هستن تقسیم بندی؟ ببینید، روند شکلگیری به اصطلاح نظام سیاسی که در عراق وجود داره بعد 2003 منطبق بر تقسیم قدرت میان سه گروه هویتی در این کشور بود که طرفش کردها، سنی‌ها و شیعه‌ها بودن. این روند در مسیری که تا به امروز داریم ادامه پیدا کرد، اما از زمانی که آقای مالکی سر کار اومد و بازی سیاسی را به نوعی تغییر داد به این معنا که بتونه هژمونی شیعیان رو بر دیگر قدرت‌های سیاسی در عراق تحمیل کنه، بازی سیاسی در عراق به کلی تغییر کرد. به این معنا که قطب شیعه، قطب کرد و قطب سنی به نوعی در تضاد جدی قرار گرفتن و این تضاد با آمدن داعش به اصطلاح خیلی عمیق‌تر شد، به این معنا که سنی‌ها کاملا از بازی سیاسی پرت شدن یا ویران شد منطقه‌شون، نیروهای سیاسیشون پراکنده شد. کردها در نتیجه زیاد خواهی هایی که هشت شعبی دنبال اونه به نوعی به مسئله رفراندوم پناه خوردن. اما در حال حاضر اگه توجه کرده باشین، اکثریت مردم شیعه عراق با این نوع سیاست مشکل پیدا کردن. یعنی در واقع میخوام بگم که اگه تا زمانی مشکل سنی ها بودن، اگه تا زمانی مسئله به اصطلاح کردها بودن، در حال حاضر مسئله اون هسته سخت قدرت نیروی شیعه است که بعد 2003 اومده کنترل قدرت رو در دست گرفته. به همین دلیل که تصویر مشخصی در حال حاضر وجود نداره و به همین دلیل که اون اعتراضاتی که در این کشور شده هیچ نیروی خاصی نتونست تا به الان برای اون پاسخی پیدا کنه، به خاطر اینکه اون نیروهای موجود یا مستقری که هستن اساساً یه نوع فاصله، یه گپ بسیار بزرگی میان اونها و بدنه اصلی جامعه عراق در معنای کلی اون پیدا شده. آیا شاهید، آیا به نظر شما اون چی که داره اتفاق میفته این هست که ایران داره یک سیستم سیاسی مشابه ایران در عراق میسازه و گروه هایی که مخالف هستن، در واقع میدونیم که بعضی از چهره های اصلی سیاسی در عراق هم مخالف این هستن، نگران این هستن که گروه های نظامی مثل اون قدرتی که سپاه در ایران داره قدرت بگیرند و دیگه قابل کنترل نباشن؟ من فکر می‌کنم اون مسئله‌ای که خانم انتخابی فرد بهش اشاره کرد مسئله درستی هست. اگر که ما به سیاست‌های جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، خصوصاً در کشور لبنان، عملاً تشکیل و تکفین حزب الله که یک که در آغاز یک گروه شبه نظامی بود برای مقاومت علیه اسرائیل، تبدیل شد به یک دولت درون دولت که عملا در تمام ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور لبنان نفوذ کرد. جمهوری اسلامی از اون مدل در واقع سعی میکرد و سعی میکنه که استفاده بکنه که یک شکل مشابه اون رو در عراق تکفین بکنه. همین گروه کتائب حزب الله که در سال 2003 به اسم کتائب ابوالفضل عباس تشکیل شد و بعداً تغییر نام داد به کتائب حزب الله، همون مدلی بود، همون شکلی بود که جمهوری اسلامی مد نظر داشت برای در واقع پرورش دادن در کشور عراق.
علارغم تمام سرمایه گذاری هایی که جمهوری اسلامی کرده در از سال 2003 تا به امروز، به نظر من این مدل اونجوری که رجال امنیتی ایران و رجال سیاسی ایران مد نظر داشتن موفق نبوده. چطور آقای شاهی؟ چرا موفق نبوده؟ الان به نظر میرسه که ایران تونسته از این گروه ها استفاده لازم رو در بحث سیاسی هم ببره. ببینید، اگر که شما بخواید در واقع فقط در بعد امنیتی این مسئله موفقیت ایران رو بسنجید، بله ما میدونیم که خصوصا بعد از سال 2014 و تشکیل هشت شعبی نفوذ امنیتی جمهوری اسلامی در عراق بیشتر شد. اخیرا یک گزارش بسیار جامع هم نیویورک تایمز منتشر کرد که در مورد عمق نفوذ جمهوری اسلامی در ساختارهای امنیتی عراق صحبت کرد. اما همزمان که جمهوری اسلامی تلاش میکرد که تمام سرمایه گذاری های خودش روی ساختارهای امنیتی عراق بکنه، به نظر من تا اندازه بسیار زیادی بازی فرهنگی و بازی سیاسی رو در عراق باخته. ما فراموش نکنیم که هنوزه یک ائتلاف بسیار قدرتمند سیاسی در عراق وجود داره که در واقع از منافع جمهوری اسلامی دفاع میکنه. اما اگر که شما به اعتراضات گسترده شهرهای عموما شیعه نشین عراقی از ماه اکتبر با الان نگاه بکنید، میبینیم که در واقع احساسات ضد ایرانی و احساسات ضد جمهوری اسلامی با اینکه غریبه نیست، در داخل خاک خودش هم با چنین وضعیتی روبرو هست. بحث ما بحث این هستش که آیا اون چه که برای ایران اتفاق افتاده فایده داشته برای بست قدرت جمهوری اسلامی در منطقه یا نه؟ شما میگید که به لحاظ فرهنگی نداشته. به لحاظ استراتژیک فقط بحث فرهنگی نیست، بحث پایگاه‌های اجتماعی. اون چیزی که حزب الله رو در لبنان تبدیل کرد به یک قدرت بسیار ارزشمند برای جمهوری اسلامی، اون پایگاه‌های اجتماعی بود که حزب الله میتونست از اونها بهره‌مند بشه برای در واقع بیشتر کردن نفوذ سیاسی و امنیتی خودش. ما نمیتونیم در واقع حضور و قدرت امنیتی جمهوری اسلامی رو در یک خلأ اجتماعی و در یک خلأ در واقع فرهنگی تحلیل بکنیم. بسیار خوب، بذارید ببینیم آقای مشتاق‌زاده نظرشون چیه. همینطور هست، درسته. عرض کنم حضور شما که من اضافه میکنم بر حضور فرهنگی، حضور اجتماعی، حضور سیاسی، بازی سیاست، بازی استراتژیکی تنها ایران نیست. هر جا که ایران حضور داره مقابلش هم دیگران حضور دارن. اگر به سفارت امریکا حمله میشه، به کنسولگری های ایران هم در کربلا و نجف حمله میشه. به این ترتیب ما نباید که دقت رو از دست بدیم که یک عامل هست یا یک صحنه هست. صحنه های مختلف رو در هم قرار گرفتن و این بستگی داره که چه قدرتی بتونه استفاده ببره از این وضعیت. دقیقاً بذارید، سوال اصلی دقیقاً همین است. در عراق مدیریت سیاسی رو الان کی در دست داره؟ شما میفرمایید که هم اینوری ها به سفارت ایران حمله میکنن، هم اونوری ها به سفارت آمریکا حمله میکنن. هیچ کس و همه عرض کنم حضور شما دست به دست داره این وضعیت. این وضعیت یه ساختار سیاسی یا ژئوپلیتیکی ویژه نداره. امروز ایرانی ها پیش میرن، فردا امریکایی ها جلو میان. عرض کنم حضور شما که این بازی ادامه داره و ما نباید که به صورت قاطع بگیم که میدان ایرانی هاست یا میدان امریکایی هاست. همه هستن، همه دارن زور خودشون رو به آزمایش میذارن، نفوذ خودشون رو به آزمایش میگذارن که پیش برن. این به همون تا اول گفتم یک بازی تمام عیار ژئوپلیتیکی. خب با این حساب آقای شاهی، میخوام شما رو هم وارد این بحث بکنم از این نظر که اگه مقایسه بکنیم بین اون چه که برای ایران در سوریه اتفاق افتاد و اون چه که الان در عراق داره اتفاق میفته. میدونیم که به هر حال ایران حضور نظامی، حضور گسترده ژئوپلیتیک در سوریه هم داشت. اون چه که در پایان اتفاق افتاد اون چیزی بود که ایران میخواست، یا اینکه مجبور شد چیزهایی رو واگذار بکنه به خاطر اهداف دیگری؟ مثلا میدونیم که در خیلی از جاها به نظر میاد که روسیه ایران رو انگار پشتش رو خالی کرد و خودش تنهایی با آمریکا. شما البته با این موافق نیستید. مثلا نظر آقای شاهی رو بپرسم بعد نظر شما رو بپرسم. بفهمید آقای شاهی. به نظر من سیاست‌های کلان استراتژیک جمهوری اسلامی در سوریه در دو سه سال گذشته به شکل جدی و محسوسی تغییر کرده. ما در اواسط کارزار داخلی سوریه بودیم، خصوصا از زمانی که قشنگ محسوس شد و معلوم شد اسد و طرفدارانش دست بالاتر در این جنگ داخلی دارن، حرف از این بود که جمهوری اسلامی به دنبال تشکیل پایگاه‌های نظامی در
اقصانقاط سوریه هست. اما دیدیم که وقتی که به اواخر این در واقع کارزار داخلی نزدیک شدیم، خصوصا در یکی دو سال گذشته، به شکل محسوسی شرایط میدانی و موضع جمهوری اسلامی تغییر کرد. در وهله اول تا اندازه شاید نقش روسیه بوده، ولی من در این بعد خاص به نظر من این مقاومت اسرائیل و سیاست‌های اسرائیل بود که عملاً شرایطی رو به وجود آورد که جمهوری اسلامی در واقع نسبت به سیاست‌های خودش تجدید نظر بکنه و روی آورد در واقع به یک سیاست دیگه‌ای که بسیار نزدیک است به سیاست‌هاش در لبنان و عراق. ما می‌دونیم که در دو سه سال گذشته جمهوری اسلامی به دنبال تشکیل گروه یا گروه‌های هست مشابه به حزب الله و مشابه به حشد شعبی در سوریه که عمل در عراق که عملا از نیروهای محلی استفاده بکنه، از نیروهای سوری استفاده بکنه به جای اینکه پایگاه‌های بلند مدت نظامی ایرانی رو در اون کشور استوار بکنه که بتونه در واقع موضع ژئوپلیتیک خودش رو و موضع نظامی و امنیتی خودش رو در برابر در واقع رقیب دیرینه خودش اسرائیل در واقع تقویت بکنه. چقدر آقای دستپیش به نظر شما بحث اسرائیل هست در این میانه؟ اسرائیلیا تقریبا از چند ماه پیش به دنبال این بودن که بتونن به نوعی در عراق جمهوری اسلامی رو مهار کنند. حتی مواردی بوده که در این موارد اسرائیلی ها کمک کردن که به مواضعشون یا به نوعی تلاش هایی که جمهوری اسلامی انجام میده اونو خونسا کنن. عمق مسئله و مسئله اساسی که در حوزه عراق در رابطه با ایران وجود داره مرز سوریه و عراقه. این حوزه اساسا در حال حاضر موزه فوق‌العاده حساسیه، به این معنا که جمهوری اسلامی در حال استقرار نیروهای در اون منطقه است با وجود پایگاه یا لوجستیکی برای اون. برخلاف اون مسئله‌ای هم که آقای شاهی اشاره کردن، اون چیزی که در داخل سوریه انجام میده متفاوت با اون چیزی که در مرز عراق و سوریه انجام میده. خب این به نوعی اساساً برمیگرده به این مسئله اسرائیل، به این معنا که اسرائیل اینو به عنوان یک تهدید فوق‌العاده جدی میدونه که در این تهدید در نهایت خودش منجر به یک نوع سپورت یا به منجر به این خواهد شد که توان جمهوری اسلامی را از لحاظ تقویت نیروهایی که اونجا داره بتونه اینو تثبیت کنه. به همین دلیل اسرائیلیا وارد بازی عراق شدن، اما بازی که اسرائیلیا در عراق انجام میدن بازی کاملا امنیتی است، اطلاعاتی است و در بعضی موارد بازی‌هایی که به اصطلاح عملیاتی است که میتونیم بگیم که در اخبار از اون یاد نمیشه. اما ورود اسرائیل در بازی عراق مسئله‌ای است که اتفاق افتاده و از لحاظ عملیاتیش میتونیم بگیم که چند ماه عملیاتی شد. ببینید، ما در این بحثی که داریم میکنیم نباید فراموش بکنیم که اولا روسیه ایران رو پشت سر نگذاشت. در حقیقت اتفاقی که افتاده بود این بود که در سوریه، منظور در سوریه، بله، روسیه بسیاری از وظایفی که ایران قبلا انجام میداد و دچار رسوایی فراوان بین کشورهای اسلامی شد، همه اونها رو به دوش خودش گرفت و جمهوری اسلامی رو خلاص کرد، راحت شد از این جهت. این یک مسئله است. مسئله دوم این است که در سوریه همه این رقابت ها وجود داشت تا وقتی که عامل خارجی وارد شد، داعش پیدا شد. وقتی داعش پیدا شد ایران و امریکا یه جایی با هم همکاری کردن. بله. ببین اما الان بحث ما بحث تقسیم غنایم هست. بحث این است که در سوریه یک جنگی بوده. ایران چی برداشت کرد؟ همین میخوام بگم. ببینید ایران چه برداشت کرد؟ یه خورده احتیاج به بحث و دقت زیادی داره. ولی بحث اسرائیل که شما به وسط آوردید بحث بسیار مهم هست و بحث اولیه هست. درگیری سر نیزه، درگیری شرق و غرب، ایران و امریکا یا مثلا فرض کن که منطقه با خارجی ها، سر نیزش اسرائیله. امنیت اسرائیل مطرح است. شما ببینید که عرض کنم که این داستان از کی شروع میشه. از اونجایی که جمهوری اسلامی میخواد که موشک درست بکنه، میخواد که عرض کنم نیروی هسته‌ای درست بکنه و امریکا میاد جلو میگه که نه، شما نباید این کارو بکنید. بعدش هم برجام و غیر ذالک که اینا پیش اومده،
اون اتفاقاتی که در سوریه و عراق داره اتفاق میفته جلوه محلی مکانی این برخورد هاست. برخورد های اصلی امنیت اسرائیل هست که اسرائیل رسماً علناً و عملاً با امریکا میگویند که جمهوری اسلامی ایران به دلیل حرفای احمدی نژاد میخواهد که اسرائیل رو از رو زمین برکند. فقط حرفای احمدی نژاد نیست، مقامات دیگر هم تکرار کردن، خود آقای خامنه ای هم اونی که اعلام جهانی شد و اسم درست کرده آقای احمدی نژاد. در حال بنده نمیخوام که اینجا نخودلو بیاره از هم سبا بکنم، میخوام طرح اصلی قضیه رو خدمت شما عرض کنم. مسئله اصلی اسرائیل هست، اما بازیگران دیگر منطقه ای چی؟ اگر اجازه بدید ببخشید این بحث رو تکمیلش بکنم. امریکا از اولی که درگیر شد صحبت از تروریسم جمهوری اسلامی کرد و امنیت اسرائیل. بله، اصل بحث اینه. لاجرم امریکا به درپی منافع مستقیم شخصی خودش در اینجا نیست، دنبال منافع اسرائیل، همپیمان خودش اسرائیل و عربستان و دیگران. واقعا یعنی فکر میکنید فقط مسئله امریکا در منطقه فقط اسرائیل؟ یعنی مثلا نفت نیست، مسئله دیگر؟ چرا هست، اینا همه مسئله و مطالبی اصلا به هم پیوسته است. بله، اینا نمیشه تک تک جدا کرد. ولی عرض من این بود که ایالات متحده ای امریکا مستقیما در مقابل جمهوری اسلامی بحثی نداره. بحث فقط امنیته. بحث سر این هست که جمهوری اسلامی تروریست پروره و اسرائیل هم امنیتش در خطره. البته عربستان سعودی دخیل هست، نفت دخیل هست، خیلی چیزای دیگه. خانم انتخابی فرد، وقتی آقای مشتری‌زاده در مورد امریکا صحبت میکنن و ایالات متحده و در واقع منافع و مسائلی که ایالات متحده در منطقه دنبال میکنه، ما یه ایالات متحده قبل از ترامپ داریم، یه ایالات متحده که در این سالهای اخیر باهاش در منطقه سر و کار داریم. به نظر شما یه فرقی کرده؟ به نظر خیلی ها فرق کرده. به نظر میرسه که میگن که دولت ترامپ یک استراتژی مشخصی در منطقه دنبال نکرده. چه سوال خوبی پرسیدی. من نظرم یک کمی متفاوت هست جناب متحده. چیزی که الان ترامپ به دنبالش هست با اون چیزی که اوباما یا بوش به دنبالش بودن، برای اینکه نقطه آغاز درگیری ها در خاورمیانه از حمله ایالات متحده به طالبان برمیگرده و پس از اون اشغال عراق، تمام اینها برگشت به اینکه آقای جورج بوش پسر اسلام سنی رو یک اسلام خطرناک و تروریست خوند و این همون نقطه ای شد برای نزدیک شدن جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا. اعتمادی که بوش و بعد از اون اوباما به ایران داشتن، بارها سفیر ایران در افغانستان و یا در عراق، بوش و اوباما رو در یک کاتگوری قرار میدید، در حالی که بوش مثلا ایران رو در محور شرارت خوند، اوباما با ایران وارد مذاکرات برجام شد. نه در مورد همکاری در مسئله افغانستان و عراق دارم صحبت میکنم که همکاریاشون با هم دیگه تنگاتنگ بود. حتی در مسئله اینکه ایران محور شرارت خونده شد، دیدیم که همکاری های اطلاعاتی امنیتی خیلی نزدیکی دولت بوش با جمهوری اسلامی با آقای خاتمی داشتن. من در مورد اون محور سنی که تروریست هست دارم صحبت میکنم. در چند دو دهه حداقل گذشته، 17-18 سال گذشته، باعث سرکوب سنی ها در کشورهای شده که درش جنگ بوده. استراتژی الان تغییر کرده. چرا؟ چون اون اعتمادی که به جمهوری اسلامی وجود داشت برای همکاری با ایالات متحده، اون اعتماد از بین رفته. ما از اون آقای احمد چلبی که مأمور CIA بود و دیدیم که در اشغال عراق چقدر همکاری کرد با ایالات متحده و با گروه‌های معاند با صدام حسین، شنیدیم که گفتن جاسوس جمهوری اسلامی بوده. خاطرمون هست که ایالات متحده به دفترش در عراق حمله کرد. از آیت الله سیستانی که داره احترام خیلی زیادی هست در عراق، داریم میبینیم که متولد ایران هست، ایرانی الاصل، آقای بعد، آقای سعد، هر کدوم از این سیاستمداران فعلی عراق رو که داریم بهشون نگاه میکنیم، اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن و ایران سعی نکرد برای ثبات در منطقه با ایالات متحده همکاری بکنه. ایران سعی کرد که به نفع خودش برای ساختن گروه‌های شبه نظامی مداخله در منطقه و بی‌ثباتی بزرگ در خاورمیانه برای صدور انقلاب اسلامی استفاده بکنه. این مسئله هست که امروز آقای ترامپ داره فکر میکنه که میخواد تغییر بده، یا به دنبال اون هستن که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین رو درگیر بکنن برای آشتی کردن با عراق، برای بازسازی، که بتونن از این گروه شیعی که مثل ایران در حال حکومت هست به مردم عراق و یه حکومتی هستش که با
گروه‌های شبه نظامی در اون وجود دارن یا مثل لبنان و داریم می‌بینیم حتی در سوریه داره شکل می‌گیره، دارن سعی می‌کنن که مانع بشن از این شکل‌گیری یا برهم زدن معادله‌ای که امروز وجود داره. این هستش که الان در وضعیت فعلی. آقای مشرزاده اینجا نظر مخالف دارم، بذارید بگم. بفهم نظر من، می‌خواستم یه قسمت رو با حفظ احترام، می‌خواستم یه قسمتش رو اصلاح بکنم. اونجایی که فرمودند از آیت الله سیستانی، صدر، عرض کنم مقتدا و غیر ذلک، اینا همه عوامل جمهوری اسلامی هستن. اینطور نیست، به نظر من اینطور نیست. من میخوام شیعه‌هایی هستن که به خاطر وجود یک حکومت شیعی در ایران سرسپرده جمهوری اسلامی شدن. من در مورد حکومت شیعی من معتقد نیستم که اینطوره. من گمان نمی کنم که اینطور باشه، به خصوص اینی که مقتدا صدر در این شورش های اخیر، حمله به کربلا و نجف و اینا، مقتدا صدر مستقیما علیه جمهوری اسلامی عمل می کرد. بله، اینا همه گذرنامه دارن، سالها در ایران زندگی کردن. بله. اینا افرادی بودن بعد از سقوط صدام حسین با همکاری، پشتیبانی بله. و سرمایه بود. یه وقتی اینطور بود. بله. یه وقتی اینطور بود. مثل که شما با هم به توافق نمیسید. بذارید آقای دستیش بگن، چون ایشون با عرض معذرت مجددم. یه وقتایی در جریان سیاست، کم سیاست، شرایط تغییر میکنه، مرتب تغییر میکنه. این مطالبی که فرمودید درست بود، یه وقتی این شکلی بود، ولی الان شکل به کلی تغییر پیدا کرده است. و شما اگر بگید که آیت الله سیستانی عامل جمهوری اسلامی است، خود عراقی ها علیه شما بود. تمام اینها نزدیک هستن، شیعیانی هستن که با حکومت شیعه ایران دارای رابطه هستن و منافع یک گروه شیعه خاص در عراق براشون مهمتر هست از منافع کل مردم. آقای دستکش تا همین اواخر در عراق بودن، بذار ببینیم ایشون چی میگن. آقای خامنه‌ای خیلی محسوس بوده در ماه‌های گذشته. اجازه بدید آقای دستکش بگم، من آقای شایخ خدمت شما میرسم. آقای دستکش بفرمایید. البته بنده معتقد نیستم واقعا آقای سیستانی اصلا در دایره منافعی که آقای خامنه ای داره قابل تعریف میشه. نظر آقای شایی هم همین نظر دادن. آقای سیستانی تعریفی که از شیعه داره، نوع نگاهش به حکومت و نوع برخوردش با ساخت حکومت خیلی متفاوت تر از نگاهی است که روی کرده ولایت فقیه در ایران نسبت به حکومت داری داره. به این معنا که آقای سیستانی بیشتر طرفدار دولت مدنیه، هرچند که در مواقعی که لازم بوده پشت به اصطلاح جامعه شیعه قرار گرفته، به معنای اینکه کمک کنه و بتونه به اصطلاح جامعه رو خانم انتخاب بهتون وقت میدم. اجازه بدید صحبت آقای دستبید. بله، بعد این جمله رو بگم. من اصلا به روی آقای سیستانی نخواستم تاکید بکنم، من داشتم مجموعه نیروهای سیاسی داخل عراق رو نام بردم، گفتم همه اینا شیعیانی هستن که در مجموع نزدیک به جمهوری اسلامی هستن. منظورم فقط نبود که بیام بگم آیت الله سیستانی حالا بهتر هست یا طرفدار جمهوری اسلامی نیست. داشتم موازنه قوای شیعیان در عراق رو نگاه میکردم. اگه اجازه بدید بندم میخوام یکم، نمیخوام بگم که شما دقیقا، شاید احتمال داره کلمه ای که به کار بردین این تصور رو درست کرده باشه. حتی آقای صدر، آقای مقتدا صدر، بنده معتقدم که آقای صدر بازیگر خوبیه. به این معنا که ببینید، آقای صدر یه بازی انجام داد که آقای خامنه ای مجبور شد اینو بیاره کنار خودش و نشون بده که با منه. منظورتون سفر بازی... زمان انتخابات به عربستان بود؟ دقیقا، حتی سفر برای نقبه که به اصلاح در سخنرانی آقای خامنه‌ای کنارش نشسته بود. بله، بعد از اون سفر قاسم... قاسم سلیمانی به نوعی در موقعیتی قرار گرفت که از صدر بخواد این کار براش انجام بده و این خاصه و همون کاری که به اصلاح صدر با ولیعهد عربستان کرد. اون نیروهایی که واقعا دنبال روی جمهوری اسلامی هستن، سرسپرده هستن، نیروهایی بودن که رفتن جلوی سفارت ایالات متحده، مثل هادی آمری، مثل ابو مهندس، مثل فیاض. این تیپ نیروها اجندایی که دارن، سیاستی که دارن و تجربه زندگی که دارن کاملا منطبق با جمهوری اسلامی و معتقد به اون نوع ذهنیتی هستن که آقای خامنه‌ای و آقای قاسم سلیمانی داره.
خب در مجموع بذارید یه ذره آقای دستبیش به نظر میاد که شما دو گروه افراد رو دارین از هم جدا میکنین، سیاسیون و سربازان. چون ابو مهندس و این آدمایی که بهش اشاره کردین آدمایی هستن که بیشتر میشه گفت که سردار سپاه هستن، حالا اگر توی هشت شعبی به نوعی دیده بشن. خب میشه گفت که فرق هست، تو ایران هم فرق هست بین اون کسانی که سیاسی کار هستن و سیاسی بازی میکنن تا اونهایی که در واقع فرمانده نظامی هستن دیگه. من میخوام این نکته رو برجسته کنم که موقعی که بخوایم اون چیزی که من میخوام روش تاکید دارم اینه که در دستبندی نیروهایی که در عراق در حوزه شیعه وجود داره باید اینو دستبندی بر اساس واقعیتایی است که موجوده بله. و این واقعیت‌ها رو نباید بر اساس اون مسائلی که در داخل ایران بله. هم هست بهش نگاه کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این به فرض مثال کردها روی کردشون به نسبت شیعه خیلی منطقی بوده. چرا؟ به خاطر اینکه نیروهای شیعه رو طبقه بندی کردن. طبقه بندی از این لحاظ که کدوم گروه به اصطلاح به چه شیوهی فکر میکنه و به کدوم سمتی بره. مثلا اونا کردها مستقیما دشمن هشت شعبی هستن بس. دشمن یعنی به عنوان یک دیگری تعریفش کردن، ولی با مقتدا صدر تعامل میکنن به عنوان سیاستمدار با نیروهای دیگه. در مجموع بازی در داخل عراق به قولی که اشاره شد اینقدر پیچیده هست و این پیچیدگی باعث میشه که بعضی موقع ناچار بشیم که یک حکم ساده بدیم به خاطر اینکه تحلیل راحت تر بشه. متوجهم، یعنی میفرمایید که نمیشه گفت شیعیان و تصور کرد یک گروه هستن، متفاوت هستن، با هم دیگه اختلاف نظر دارن. یک نظر دیگه هم ببخشید خیلی کوتاه بفهمید چون آقای شاهی منتظر. آقای شاهی ببینید خانم که فرمایشات رو انجام دادن و من عذرخواهی کردم که چالش بکنم، این است که ایشون محل تولد بعضی از رهبران شیعه رو چون در ایران هست ملاک تشخیص این که با ایرانیا بیشتر هستن. بسیاری از سران جمهوری اسلامی متولد عراق هستن و علایق عراقیشون خیلی بیشتر از علایق ایرانیه. این دلیل برای نیست که چون کسی متولد جایی هست لاجرم گرایش سیاسی اون شکلی هم دارد. من تا حالا در مطالعات خودم در آیت الله سیستانی هیچ گونه گرایش ایرانی ندیدم. این یک. با همون مقتدا صدر که فرمودید و درست هم فرمودید که در ابتدای نقشی داشت، این اواخر علنا علیه ایران صحبت میکنه. این است که اون عرضی که میخواستیم اصلاح بکنیم حتما خانم محبت میکنه و توجه میکنه، این است که این به این معنی نیست که این عوامل در عراق همه برای ایران کار میکنه. عوض بکنم خانم انتخابی فرم توضیح دادن که منظورشون چی بود. آقای شایی بفرمی. من هم مسئله رو که میخواستم بهش اشاره بکنم، به نظر من این دستبندی شیعه، سنی، کرد به مفهوم شاید 10 سال پیشش آنچنان به ما کمک نمی‌کنه که درک عمیق‌تری نسبت به مسائل بسیار پیچیده امنیتی سیاسی عراق داشته باشیم. به نظر میاد که در شرایط فعلی بزرگترین نیرویی که داره در واقع امتیازات جمهوری اسلامی رو در عراق به چالش میکشه از همین بافت اجتماعی گسترده شیعیان هست. امروز اتفاقات و کنش و واکنش هایی که در عراق عملا میفته به شکل یک جنگ داخلی درون شیعه است و به نظر میاد تا اندازه بسیار زیادی کردها و سنی ها در این بازی غایب هستند و به خاطر همین هست ما به صرف در واقع شیعه بودن یک نفر، به صرف به اصطلاح همینطور که آقای مجتهدزاده به درستی اشاره کردن محل تولد یک نفر، ما دیگه اینها رو نمیتونیم در یک دستبندی در واقع دقیق سیاسی قرار بدیم. همین آقای صدری که اگر که ما به کارنامه سیاسی ایشون دقت بکنیم در مقاطعی در واقع مخالف حضور نظامی ایالات متحده در عراق بود و نزدیک بود به موضع جمهوری اسلامی، میبینیم که در یک برهه زمانی بسیار کوتاه تغییر موضع داد و عملا تبدیل شده به یکی از بزرگترین و مهمترین چالش‌های علیه جمهوری اسلامی و این در انتخابات پارلمانی 2018 دقیقاً به ما ثابت شد که چقدر نقش آقای صدر برای به چالش کشیدن نیروهای مرتبط به جمهوری اسلامی حتی در ساختارهای رسمی سیاسی و پارلمانی عراق محسوس است. اما این جنگ درون شیعه رو نباید
وضعیت واقعا آقای دستگیر اشاره خوبی کرد. وقتی میگیم هشت شعبی و خیلی بهش انتقاد میشه، یادمون نره که مسئله هشت شعبی این هستش که هشت شعبی رو پارلمان عراق به عنوان یک گروه نظامی وارد سیستم نظامی مملکت کرد، برای اینکه ارتش عراق در جایی که لازم بود نتونست و توان کافی نداشت. تا کجا واقعا میشه گفت که هشت شعبی در عراق قدرت داره؟ تا کجا این قدرت از طرف ایران دیکته میشه به هشت شعبی؟ واقعا آیا میشه گفت که هشت شعبی مثل موم در دست دولت ایران هست یا نه؟ به نظر من تا اندازه زیادی در مورد ارتباطات ارگانیک جمهوری اسلامی با هشت شعبی اغراق میشه. شاید بعضی از ناظران فکر میکنن که رابطه جمهوری اسلامی با هشت شعبی مثل رابطه جمهوری اسلامی با مهدی المهندس هست که یکی از نزدیکترین نیروهای در واقع شبه نظامی مرتبط به هشت شعبی و جمهوری اسلامی است. اتفاقات چند ماه گذشته به نظر من خیلی چیزها رو به شکل واضحی و به شکل محسوسی روشن کرد. زمانی که هشت شعبی شروع کرد به موعظه گرفتن که ما در برابر این معترضین خیابانی میستیم و از امنیت عراق به اصطلاح دفاع میکنیم، دیدیم که تعداد قابل توجهی از ویدیوهایی که مرتبط بود به در واقع سربازان هشت شعبی در شبکه‌های اجتماعی عراق منتشر شد. سربازانی که میگفتند ما عضو مکملی از هشت شعبی هستیم اما حاضر نیستیم به روی برادران و خواهران خودمون آتش بکشیم. این نشون میده که در واقع یک تکثر بسیار عمیقی، یک تکثر ایدئولوژیکی در هشت شعبی وجود داره و ما باید تفکیک قائل بشیم بین یک ارگانی مثل کتائب حزب الله که جزء مکملی از هشت شعبی هست و یک ارتباط بسیار داینامیک و عمیق و ارگانیکی با جمهوری اسلامی داره، و ارگانهای دیگه هشت شعبی که صرفاً واکنشی بودن به فتوا و پیام آیت الله سیستانی در سال 2014 برای بسیج مردمی در مقابل داعش. به نظر من ماهیت فعلی حداقل ماهیت فعلی هشت شعبی تفاوت بسیار زیادی با حزب الله داره، اما این هم دور از تصور نیست که در چند سال گذشته جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو کرده که اون مرکزیت ممکنه رو در هشت شعبی به وجود بیاره که بتونه به مرور زمان تبدیلش بکنه به یه چیزی مثل حزب الله، و به گمان من تا اندازه‌ای ناموفق بوده. آخرین انتخابی فر روزی نیست که در رسانه‌های آمریکایی، در به خصوص روزنامه‌های آمریکایی در مورد حضور در واقع امنیتی ایران، اطلاعاتی ایران در عراق مطلبی چاپ نشه. اونها مشخص هست که نگران این نفوذ هستند. ولی آمریکا واقعا چه در دست داره برای مقابله با این نفوذ؟ اگر اونطور که گفته شد گروه‌های مختلف شیعه هستند، اینها نظرات متفاوتی دارند، آمریکا رو بسیارشون قبول ندارند اما با ایران هم مسئله دارند، چطور میتونه آمریکا دست بالا رو داشته باشه در این دفعه؟ فقط در یک خط میگم مبحث شدم در مورد چیزی که من گفتم. من در مورد سنی تروریست صحبت میکردم که باعث شد به شیعیان قدرت زیادی داده بشه و اون شیعیانی که نزدیک به ایران بودن. الان هم واقعا در ایالات متحده در شرایطی هستش که ناتوان و ضعیف نیست. اگر ایالات متحده از سوریه خارج شده و اگر که الان میخواد نیروی اضافه به عراق ببره، هیچ کدوم نشون نمیده که بازنده یا برنده هست. شرایط در منطقه داره تغییر میکنه. ما داریم میبینیم که چین و روسیه هم دارن وارد معادلات منطقه میشن و دارن به سمتی میرن که همه فکر میکنن که ایجاد ثبات و داشتن حاکمیت مرکزی در کشورهایی که دچار بحران بودن مثل عراق، مثل سوریه و مثل لبنان عامل کلیدی است. و جمهوری اسلامی و گروه های شبه نظامی که داره در منطقه درست میکنه مخل ایجاد این ثبات و امنیت هستن. برای روسیه در وضعیت فعلی مثل یک میانجی داره عمل میکنه. روسیه به دنبال رقابت با ایالات متحده نیست و به همین خاطر است که میبینیم هیچ گونه برخوردی بین آمریکا و روسیه در انتخابات. وقتی میگین مخل امنیت هستن، مخل امنیت که بحث این هستش که اینها گروه های نزدیک به ایران هستن، احتمالاً امنیت مواضع ایران و اون چه که نزدیک به ایران هست رو تامین میکنن. مسئله آمریکاست دیگه.
نه واقعا خیلی امنیت عمومی. شما الان نگاه کنید حملاتی که توسط پهپاد به آرامکو انجام گرفت، منبع انرژی و صدور نیمی از جهان رو مورد مشکل قرار داد، قیمت نفت بالا رفت. برای کشورهای منطقه اقتصاد خیلی مهمه، یعنی کشورهایی هستن که اصلا شکل‌گیریشون بر اساس داشتن اقتصاد هست و جنگ، رویارویی، نبودن امنیت و ثبات باعث میشه که وضعیت این کشورها به مخاطره بیفته. هیچ کس جنگ نمیخواد در منطقه، نه ایالات متحده، نه ایران، نه کشورهای نه عربستان، نه امارات متحده عربی، ولی وضعیت باید با ثبات بشه که در این ثبات بشه سرمایه‌گذاری اقتصادی کرد، جریان نفت صدور فکر میکنید ایران میره به این سمت که این ثبات رو ایجاد بکنه، یا اینکه بیشتر هرچی میبینیم هرچی میگذره به نظر میرسه که اون چه که برای ایران مهم نیست این هستش که بخواد بقیه کشورهای منطقه رو خیلی خوشحال نگه داره؟ تحریم های ایالات متحده آمریکا بزرگترین جنگی بوده که بر علیه ایران به راه افتاده و دیگه توان اون رو ندارن که بخوان از این گروه های شورشی و شبه نظامی حمایت مالی بکنن. پولی که وجود داره در منطقه، سرمایه‌ای که وجود داره در وضعیت فعلی، ایالات متحده هست، چین هست، عربستان سعودی هست، که این پول شاید بتونه باعث بشه که بخوان سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی بکنن که این کشورها به خاطر رفاهی که درشون به وجود میاد بخوان رو به امنیت بگذارن. و نتیجه انتخابات خیلی مهمه، نتیجه انتخابات در عراق، در لبنان، در سوریه. یک دلیل تنش‌هایی که در چند روز گذشته پیش اومد این بود که نتیجه، یعنی عراق داشت به سمتی میرفت که نه تنها نخست وزیر استعفا کرده، بلکه رئیس جمهور هم پیشنهاد استعفای خودش رو به پارلمان داده بود. اختشاش فعلی که جمهوری اسلامی واقعا از آسمان میپرسید که ایالات متحده حمله بکنه به مواضع هشت شبی که یک گروه کوچیک شبه نظامی رو بخواد در روی ایالات متحده با اون قدرتمندی و توانمندی نظامی قرار بده، باعث شد که یک کمی الان ذهنیت مردم عراق منحرف بشه از نتیجه انتخابات، از نخست وزیر جدید که قرار به پارلمان معرفی بشه و با جمهوری اسلامی بتونه عوامل خودش رو شاید بتونه روی کار بیاره. شما فکر میکنید که ایران در این بازی ایران باز جوری عمل کرده که به نفعش تموم شده دیگه؟ میتونیم بگیم به نفعش تموم شده و میتونیم بگیم به نفعش تموم نشده، چون ایالات متحده الان با ایران جنگ نمی کنه، ولی تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد. آقای مشتاق، ببینید ایالات متحده امریکا همه حرفا رو که فرمودید انجام میده و اون وضعیتی که بین شیعیان اتفاق افتاد در عراق از کجا میاد؟ از ایران میاد، از فرانسه میاد، از ایالات متحده امریکا میاد. باز کنم حضور شما که یه مسئله که مجددا من فکر میکنم ما باید دقت بکنیم این است که اظهار نظرهای سیاستمداران رو از حقایق واقعی که اتفاق میفته سوا بکنه. ایالات متحده امریکا اون همه فشار آورد که برجام رو به ثمر برسوند، ایران رو محدود بکند، عرض کنم چی، برنامه هسته ای ایران رو محدود بکند، ناقص بکند، برنامه موشکی غیرظالم، همه اینا انجام شد. آقای ترامپ گفت نه خیر، اینا درست نیست، من باید امضا بکنم. شما اینو توجه بکنید، با سیاست‌های جاری استراتژیکی ایالات متحده امریکا کاملا شخصی کرد. آقای ترامپ مسئله رو کاملا شخصی کرد، تحت تاثیر چه چیزی؟ تحت تاثیر روابط تنگاتنگی که با بنیامین نتانیاهو داشت. به هر حال فرق نمی‌کنه که چه دلایلی باعث شد که چنین تصمیمی گرفته شد، مسئله نتیجه‌اش هست. نتیجه رو من همین است که نتیجه رو رو زمین ببینیم چه شکلی است. به نفع ایران است یا به نفع آمریکا به نظر شما؟ به نفع هیچ کس نیست. به نفع هیچ کس نیست. عرض کنم حضور شما که چنان که همه طرفات به خصوص ایالات متحده امریکا و ایران بارها تکرار کردن که جنگ نخواهند کرد. بله. چون به سودشون نیست. متوجه. و بارها تکرار کردن که باید به صورتی حل بشود. مسئله سر این هست که شما اگه اطراف به جوانب رو نگاه بکنید، حتی کشورهای دوردستی مثل پاکستان وقتی به بازی دعوت میشه میگه این جور درست نیست، اون جور دیگه باید بشه. یا عراق اینطور میگه. مسئله سر این هست که ما سایت رو از دست ندیم، صحنه رو از دست ندیم. آقای ترامپ گفت که من از برجام میام بیرون. چی؟ گفت باید دوباره مذاکره بشه که من امضا بکنم. متوجه. ولی اصلا بحث هر چه قدم که شخصی باشه تاثیرش روی کشورهای زیادی، روی مردم زیادی است. آقای دستگیر،
رهبر ایران میگه جنگ نمیشه، رئیس جمهور آمریکا هم میگه جنگ نمیشه، اما اونجا که در عراق داره اتفاق میفته رویارویی مشخص و روز به روز دو قدرت هست در خاک کشور سوم. آیا به نظر شما این جنگ همین حالا در جریان هست در عراق و کسی راجبش صحبت نمی کنه؟ قبل اینکه به اصطلاح جواب سوالتون بدم، متاسفانه البته خانم کامل فر ببخشید، فقط یه نکته رو اشاره کنم، اونم اینه که ما گروه سنی تروریست نداریم به نام اون چیزی که گفته میشه رادیکالیسم اسلامیه، و این رادیکالیسم اسلامی آمریکا گروه سنی ها رو تروریست خوان آقای جورج بوش. نه، سنی ها رو کسی اسم سنی رو نبرده واقعا، به این معنی که بگن نه. گروه های رادیکالیسم رادیکال اسلامی همچون القاعده، داعش و خانم انتخاب فرزه بدین صحبتتون تموم شه، چون وقت صحبتتون با هم دیگه که باشه پخش نمیشه. آقای دستپیش بفرمایید، بعد من وقت میدم به خانم انتخاب فرزه. ببخشید، فقط همین نکته رو بود گفتم که فکر نکنم درست باشه که بگیم گروه های سنی تروریست، چون که گروه های رادیکال اسلامی. خب بشنویم جواب خانم انتخاب فرزه، بعد سوال من تکرار میکنم ازشون. مثل حافظ که میگه کتاب شعر رو که باز میکنی اگه فقط یه جمله رو بخونید خب نظری رو میگیرید که براتون صائبه است. من نگفتم که سنی ها تروریست هستن، نگاه کردم به تحولات منطقه از بعد از اینکه طالبان حمله کردن به ایالات متحده آمریکا و گروه های سنی تروریست مثل القاعده، بعد از اون داعش، اینا همه به سنی ها منتسب بودن، باعث شد که ایالات متحده سنی ها رو گروه های تروریستی بدونه و فضای بیشتر رو در منطقه به شیعیان بده. متشکرم. آقای دستپیش بفرمایید. البته بنده فقط میخواستم اشاره کنم، چون اگه مبنا بر من نحوه بیان در رسانه جمعی رو مد نظرمه، به این معنا که موقعی که مخاطبی در رسانه جمعی، موقعی که سنی تروریست، رادیکالیسم اسلامی اساسا برای به اصطلاح منفعل کردن نوع بیان ما به نسبت مخاطبانه، ولی اگه مبنا بر این باشه که بگیم سنی تروریست به خاطر اینکه ایالات متحده گفته فلان گفته، خب این موضوع هم برای شیعه میتونه مطرح باشه. به خاطر اینه فقط خواستم که بگم رادیکالیسم اسلامی میتونه خیلی برای کسایی که مخاطبن نرمتر باشه و بتونه قابل فهمتر باشه. اما نسبت به سوالی که مطرح کردید، بنده فکر میکنم این جنگ در جریانه و تمام مقدمات این جنگ آماده است. ببین، اون مسئله‌ای که برای ایالات متحده مهمه مسئله نفت بوده، آزادی نفت، که این کاملا به خطر افتاده در حوزه به اصطلاح مرزهای جنوبی. مسئله امنیت اسرائیل که این در حوزه سوریه و در مرزهای عراق، این کاملا مسئله تهدید همچنان وجود داره، تهدید خیلی جدی وجود داره. مسئله سوم، گروه های غیر دولتی هستند که در این بازی ها نقش ایفا می کنند، به این گروه های غیر دولتی در قالب داخل کشورها و در خارج از این کشورها دارن به این نوعی میزان تهدیدات رو بالا میبرن. خب اون چیزی که در حال حاضر جمهوری اسلامی انجام میده به فرض مثال نسبت به گروه های هشت شعبی، در واقع با یک نوع جنگ نامتقارن روبرو هستیم که جمهوری اسلامی از این نیروها استفاده میکنه به خاطر اینکه بتونه نسبت به اون منافعی که برای خودش تعریف کرده بتونه اون دست پیدا کنه. در مقابل خب مگه آمریکا این گروه ها رو در اختیار نداره؟ مگه آمریکا مثلا با پیشمرگه ها خیلی نزدیک نبود، اونها رو آموزش میداد، کمک میکرد برای مبارزه با داعش به اونها؟ چرا فکر میکنید که فقط ایران هست که داره از این فرصت چنین استفاده ای میکنه؟ ببین، اون مسئله که به نسبت نیروهایی که جمهوری اسلامی در عراق سپورت میکنه، این نیروها تصور و یا به اصطلاح جاه طلبی های خارج از مرزهای تعریف شده دارن، تصور یا جاه طلبی های در داخل مرزها ندارن. در داخل مرزها این نیروها اساسا با موضوع سیستم دموکراتیک مشکل دارن. مسئله اساسی که در حال حاضر در عراق وجود دارد، استابلیتی، ثبات، و اینکه بتونه این کشور به یک فرم خاص دولت مدنی تبدیل بشه. خیلی کوتاه بفرمایید آقای مشتاق، چون وقتی نداریم. وقتی صحبت از این میشود که مسئله اصلی نفت است و جریان یافتن نفت بنای نرفا، ببینید یک اتفاقی افتاد برای آرامکو که ثابت نشده است دقیقاً چه کسی، ما ممکنه تصور بکنیم که ایران این کار کرد ولی ثابت نشد در عمل. ولی
برای جلوگیری از اینجور کارها از قبل ایران، ایالات متحده امریکا صدور نفت ایران را به کلی ممنوع کرد، بازارها را به هم ریخت، اوپک به هم ریخت، همه توازنها از بین رفت. اون تروریسم اقتصادی نیست، ولی کاری که ایران کرده تروریسم اقتصادی است. خیلی کوتاه دست پیش اگه میخواین جواب بدین. ببینید من نمیخوام، واقعا میخوام مسئله رو اون طوری که هست ببینم. من نمیخوام مسئله رو اون چیزی که مطلوبه برای من یا برای کسی دیگه تعریف کنم. برای اون مسئله تجربه‌ای که بنده در عراق داشتم به نسبت رفتار حداقل مخصوصا در حوزه اقلیم کردستان، این رفتارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده میزان تهدیدات امنیتی رو بیشتر کرده. متاسفانه وقت ما زیاد نیست آقای مشتری‌زاده، من دیگه نمیتونم بهتون وقت بدم. اجازه بدید خداحافظی کنم. خیلی متشکرم آقای مشتری‌زاده، آقای شاهی خانم انتخابی فرد و آقای دستپیش، و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه شب. روزتون خوش.